بیدار شو. باشه بابا باشه. بیدار شو آقا، بیدار شو. بشین سر جا. کل سحر آخه چرا ما رو بیدار میکنی؟ شما چرا تا حالا تبلیغات سربازی رو بررسی نکردی؟ تبلیغات سربازی؟ بریم ببینی؟ بریم ببینی. بریم ببینی. بریم ببینی. بریم ببینی. بریم ببینی. اینجا واسه مارکتینگ براز، حال خوب داره، فان توش پر از ولاگ، عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فری و یه بر احمد رضا و یان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار. بهت میگم چرا یوهایی تبلیغی بولد شد. پس سلام به قسمت جدید بولد شو، خوش آمدید. خوش اومدین. این قسمت قراره راجع به سربازی صحبت کنیم. چرا؟ چون امیر تدوینگر بولد شو از یک اردیبهشت رفت سربازی. بنده خدا خدا رحمتش کنه، پسر خوبی بود، واقعا پسر خوبی بود و ما ادای احترام میخواییم به امیر بکنیم و همین جهت این ویدیو رو تقدیم میکنیم به ساحت امیر. مقدس امیر شفیع‌زاده. سربازی میگه تبلیغات داره، یعنی چی تبلیغات سربازی؟ آفرین. ببین در ایرانه که سربازی اجباریه و یک سری کشورهای محدود دیگه. من این اصلا نمیدونستم. نه واقعا بقیه کشورها ارتش متخصص دارن و ارتشیه که افراد میرن اونجا آزمون میدن، قبول میشن، حقوق میگیرن تا بعدش برن وارد سیستم ارتش بشن. خوش به حالشون. تو هم بری سربازی نه؟ بله. من ببرم سربازی. این خانم سیاه پوست سرباز. همه نگاهی چه نگاهی کردن بهش؟ نگاه تحقیرآمیزه نه؟ نه احترامه، تحقیره. ولی توش تایی چه تحقیری من میبینم. اسمش از putting them first، یعنی اونا رو بذارید اول برن، بهشون احترام بذارید. پیره مرده واسهش پاشوت. باریکلا زیر سخت البته اینطوری نمی کنن، ولی باریکلا. To those who put our country first, we are honored to do the same for you. ها میگه واسه کسایی که کشورشون واسه خودشون میذارن در اولویت، ما هم یه کار شبیه همون واسه شون انجام میدیم. باریکلا. میخواست مقام والای سرباز و اینا رو نشون بده دیگه. خیلی براشون فکرم مهم و ارزشمنده. ببین حداقل تو رسانه که اینطوری نشون میدن. خیلی فرد با احترامی بهش احترام میذارن. یعنی یک فرد کاملا محترمیه سرباز توی رسانه هاشون. الانم اینجا حالا نمیدونم این چیزی که میگم درسته یا نه، هم این سرباز خانوم بود خب و هم سیاه پوست بود. دو تا نکته این که خیلی حساس هم حساسه و آره. این فرد که هم خانومه هم سیاه پوسته همه بهش احترام میذارن و برای شأن و شخصیت قائلا. تو 6 هفته میتونی اینجوری بشی. این هی میگه که من مسیر رو انتخاب کردم که همه میخوان حواسم رو پرت کنم. Fast fashion. What's up, my man? You already know what it is, and today we're unboxing some fresh heat. Take those dusty crepes off your feet, man. No? Okay, this is the hottest drop of the year. Don't forget to subscribe. Instant likes. Come on, mate. Nearly there. Lots of things can give you confidence for a little while, but confidence that lasts a lifetime. There's one place you'll find that. چقدر باحال خفن بود انصافا. خیلی خفن بود. آدمای مختلفی اومدن سر راهش، موضوعات مختلف. میگه توی مسیر زندگی چیزایی هستن که به طور خیلی کوتاه و موقت به تو اعتماد به نفس میدن، ولی یه چیز هست که واسه لایف تایم همیشه هست. خیلی باحال بود. Solely on the field.
That's a common misconception. Battles are won within. Over enemies of fear, enemies of doubt. In that place where promises are kept. Promises to oneself. Promises to one's community. Promises to one's country. In the heart of every Marine, you'll find a promise. A promise forever kept. A promise of battles won. بابا باری کلا خدایی اینو به من نشون بدم من رفتم سربازی. خیلی خوب بود، یعنی تک تک جزئیات این نقطه قوتش به نظر میاد که یه هویتی به این سرباز شدنه میده، یه تو دهنت سرویس ولی حس قدرت وطن پرستانه میده. آره تو احترام داری، تو غرور داری، خیلی باحاله، با همه فرق میکنی. بعد مثلا چه میدونم همه اینها یک شخصیت واحد و آخرش آره دقیقا کرد که نشون داد متنش چقدر عالی بود، موسیقی فوق‌العاده، یعنی واقعا زحمت میکشن جدی، یعنی اینقدر اهمیت داره یه پروداکت اینجوری درست میکنه. از طرفی من فکر میکنم که چون واسه شون مهم هستش که افراد با اطمینان و اشتیاق واردش بشن، من میخاطر واقعا تیم مارکتینگ قوی داره، یعنی برای همین به نظرم حس وطن پرستانه اونا خیلی بیشتره. آفرین Michael, you can do anything you want. Why this? I don't want to be stuck behind a desk. But out on your own? I won't be alone. End it! I'll be a part of a team. Whoa. Making an impact. خیلی خوبه. So what do you say, Mom? در ساکسس تومان رو بیین ویت یور ساپورت میگه آه. اصلا میبینی چه حس خوبی بهت میده، یعنی تو یه قسمتی از این تیم بزرگی و این بیشتر داشت مادر پدر رو راضی میکرد. آره این که چه نگاهی مادرها دارن. این یه کمپین طولانیه، این فقط هم یه دونه تبلیغ نیست، مدل های زیادی از این تبلیغ دارن که مثلا یوهوی مادره میره توی صحنه جنگی، پدره توی صحنه جنگی بچه‌شو میبینه. آره. خیلی باحاله، خیلی به نظرم باحاله، سناریوی تمیز داره. روسی بلدی تو؟ نه حالا یه جوری ساب تایتل نزدی؟ آن نداره؟ آن نداره، بله نداره. او همه تو جنگه. راننده تاکسیه؟ ای کاش روسیه‌ای بلد بودی. اوه 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 سربازه ما همین شکلیه؟ امیر الان این شکلیه؟ بنده خدا گرفتی چی شد؟ من یه حدسایی زدم. شغلای مختلف رو نشون داد که با توجه به اینکه جنگ شده همه رفتن برای اینکه خدمت کنن به وطنشون، رفتن سرباز شدن و دارن می جنگن. اندازه اون آمریکایی‌ها من یهو چیز نشدم، ولی نه من نشدم. آره. ولی خب باحال بود دیگه، کانسپت کلی بود، ایده خلاقانه‌ای بود. آره امیر واقعا تدوینگر خوبی بود، واقعا واقعا خدا بیامرزتش. به نظر من بولد شو کاملا، حالا اینو من بگم واقعا نمیدونم میشه گذاشته نه، ولی بولد شو تا اولش من بودم و احمد رضا، یعنی ما دوتا بودیم همش. الان یه تیم 20 نفر هستی، دیدی چیز وسط پادکست های انگیزش اینجوری میگم. ولی الان واقعا شخصیت سوم داره، یعنی شخصیت مستقل امیر توی بولشو قبول نداری؟ آره واقعا. خیلی کمک کرد، خیلی خیلی هم شانسی پیدا شد. داستان پیدا شد امیرم واقعا جالبه، دیگه توی اپیزود دیگه. اون دیگه اپیزود دیگه و اینا، ولی کلیت بهت میگم توییتر کامنت گذاشته بود واسه من کامنتر ندیده بودم. بعد اومد پیج شخصیم پیام داد واسه تکانش، پیام داده بود اونجا صحبت کردیم، گفتم بولدم بیا انجام بده. واقعا دمت گرم امیر.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه این تبلیغات رو دیدین حس سربازی گرفتین یا نه. نه نه ما پروژه بگیر یه قسمت پروژه ایمون بود دیگه. آره دیگه ملت رو اسپریم سر دیگه مجبور شدیم با مجبور شدیم بی تو جی کار کنیم دیگه. باریکلا و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون رو ویدیو قبلی با پاک صحبت کردیم اونم برید ببینید اون خیلی جذابه. و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.